وزارت صحت عامه از روز ملی کارکنان صحی جامعه امروز 16 قوس تحت شعار رضاکار صحی جامعه کارکن خط مقدم در زی خدمات صحی است. با اشتراک معین و برخی رؤسای این وزارت و شمار کارکنان صحی جامعه تجلیل به عمل آورد. از روز ملی کارکنان صحی جامعه در حال تجلیل به عمل آمد که شماری از این کارکنان خواستار حمایت مالی هستند و از کمبود ادویه در آشیانه های صحی شکایت دارند. ما من حیث کارکن صحی جامعه از بودن در این پروسه که رساندن خدمت صحی به مردم و جامعه خیش در سطح نواحی و قریجات می باشد افتخار داریم و به افتخار انجام می دهیم و از طرف مردم جامعه خود و شوراهای محلی و مردمی نیز حمایت و تشویق می شویم و مراکز صحی نیز با ما همکار هستند. در راستای کاری که مربوط ما می باشد با صداقت و ایمانداری کامل انجام می دهیم، چون که خدمت کردن به مردم و جامعه رنجیده ما می باشد. ما به حیث پل ارتباط بین مردم و کلینیک صحی قرار داریم و ما کارکنان صحی جامعه خواهشمندیم از مسئولین مربوط که در قسمت کمبود ادویه آوردن کیت ها که به خاطر محافظت ادویه ضرورت است و در قسمت بلند بردن دانش کارکنان صحی نیز همکاری لازم خواهانیم. در جامعه با مشکلاتی روبرو شدیم، البته مشکلات صحی از قبیل امراض تنفسی بوده، توبرکلوز بوده، سوء تغذیه اطفال بود و همچنان دیگه مشکلات انمی در مجموع مشکلات صحی بود. مشکل ما بیشتر با کمبود ادویه بوده و همچنان سطح پایین بودن و سطح آگاهی مردم بود که آگاهی مردم در قبال بخش صحی پایین بود. با این مشکلات زیاده برایش 5 سال است که ما رضاکارانه دی بخش خدمت میکنیم و از کار خود رازیستیم، به خاطر که به مردم خود یه خدمت کرده باشیم. ما رضاکارانه خدمت میکنیم، اگرچه ماش نداریم مگم از دولت تقاضا داریم که ما را کمک مالی کنه. مسئولان در وزارت صحت عامه در مراسم تجلیل از این روز گفتند که در حال حاضر 30,000 کارکنان صحی جامعه به طور رضاکار کار میکنند که از این میان نیم آنان را زنان تشکیل میدهند. د دیر شزور په شاوخه کې د ټولین نوکتایي کارکون کې شتون لري چې 50% شزینه دي. 15,000 روغتیایی پوستی او 1,800 شپاره د ټولین روغتیایی څارونکي، 1,320 روغتیایی شوراګانی، 1,800 راتیا کورنۍ روغتیایی ډلې او 1,590 روغتیایی ځالې. د عام روغتیایی وزارت د ټولین پر بنسټ روغتیایی خدمتونو څانګې CBHC لمهم و لاستراون څخه دي. همچنان ذبیح الله حارس رئیس مرکز ارائه خدمات صحی وزارت صحت عامه در این برنامه گفت تا یک سال گذشته این کارکنان برای صدها هزار مریض ولادی، سوء تغذیه، توبرکلوز، اسهالات، امراض طرق تنفسی و غیره کمک نموده و برای آن آگاهی داده شده و دواها را توزیع نموده است. دوی د افغانستان مختلف برخو کې چیرته چې وایټ ایریا او هلته روغتیایی کلینیکونه نشته خدمات وړاندې کوي. تقریبا په تیر کال کې 4,239,000 د زیګون نمخ کې پاملرنه یا نوی دوی تر سره کړی دی. 2,118,669 په شمیر کې د زیګون نو وروسته پاملرنه دوی تر سره کړی دی. 1,814 په شمیر کې نارمل راجات کړی د ورکړی د نورو بیمارانو ته. تقریبا د 1,240 په شمیر کې اختلاطی زیګونونه یې ریفر کړی دي. در حال حاضر 459 آشیانه صحی در کشور فعالیت دارد و قرار است در آینده 180 آشیانه جدید دیگر ایجاد گردد. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.